بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. آیت الله لزما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی دار فانی را وداع گفت. بیانیه مرجعیت شیعه در پی ارتحال آیت الله لزما صافی گلپایگانی. و تشییع آیت الله لزما صافی گلپایگانی در قم و تدفین در کربلا. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. روح پرفتوح آیت الله لزما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعه نیمه شب گذشته به ملکوت اعلی پیوست. معظم الله در سن 103 سالگی بر اثر ایست قلبی در شهر مقدس قم دار فانی را وداع گفت. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. آیت الله العظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از برجسته ترین فقها و مراجع تقلید شیعه نیمه شب گذشته بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین سپرد و به ملکوت اعلی پیوست. ایشان 19 جمادی الاول 1337 هجری قمری برابر با 30 بهمن 1297 هجری شمسی در شهر گلپایگان متولد شد. تحصیلات خود را در این شهر آغاز کرد و ادبیات عرب، کلام تفسیر قرآن، حدیث، فقه و اصول را تا پایان سطح در زادگاه خود به سرانجام رساند. معظم الله در 23 سالگی از گلپایگان به شهر مقدس قم هجرت کرد و در درس حضرات آیات عظام سید محمد تقی خانساری، سید محمد حجت کوه کمرهی، سید صدرالدین صدر و سید محمد رضا گلپایگانی حاضر می شد. ایشان پس از 4 سال اقامت در شهر مقدس قم به مدت 1 سال در شهر مقدس نجف ساکن شد و در درس حضرات آیات عظام محمد کاظم شیرازی، سید جمال الدین گلپایگانی و شیخ محمد علی کاظمی حضور یافت. ایشان داماد آیت الله العظما سید محمد رضا گلپایگانی بود. مرحوم از اساتید برجسته درس خارج فقه و اصول در شهر مقدس قم بود. ایشان از شاگردان برجسته آیت الله العظما بروجردی و عضو شورای استفتای وی بود و کتاب منتخب الاثر درباره حضرت صاحب الزمان تعجل الله تعالی فرجه را به توصیه استاد خود نوشت. مرحوم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی آثار فراوانی تألیف نمود که به 80 عنوان فارسی و عربی می رسد و برخی از این موارد جایزه کتاب سال ولایت و کتاب سال مهدویت را به دست آوردند. در پی ارتحال این عالم ربانی، مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام نیز بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده: خبر ارتحال فقیه جلیل القدر حضرت مستطاب آیت الله العظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی موجب تأسف و تعلم گردید. مجموعه رسانه ی امام حسین علیه السلام زایه در گذشت این عالم ربانی و مدافع شعائر حسینی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و مراجع عظام تقلید بالاخص حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظل العالی و به حوزه های علمی دینی و بیت شریف آن فقید سعید و به عموم مؤمنین و مؤمنات تعزیت عرض می نماید. از خدای متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حش با اولیاء طاهرین علیهم السلام و برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. در پی ارتحال آیت الله لزما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی مرجعیت شیعه آیت الله لزما حادثه صادق حسینی شیرازی دامزله بیانیه ای صادر کردند.
متن کامل بیانیه معظم الله بدین شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ارتحال فقیه فقید حضرت آیت الله العظما حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی قدس سره که از دودمان علمی در دو قرن گذشته همچون والد معظم ایشان حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی و اخوی اکبر و گرانقدر ایشان حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی قدس سرهما بودند را از ابتدا به مقام شامخ و عظیم امامت مطلقه و عصمت کبرا حضرت بقیت الله العظم صلوات الله علیه و علی آبائه الاطهار و عجل الله فرجه و شریف از تسلیت و سپس به حوزه های علمیه مقدسه و علل خصوص به حوزه علمیه قوم مقدس و مشرف و بیت شریف و عریق ایشان و جمیع مؤمنین کرام عرض تعزیت دارم. از درگاه باری تعالی برای آن فقید سعید حشر با اولیاء طاهرین علیهم الصلاه و السلام و اجر جزیل و صبر جمیل را بر همگان مسئلت می نمایم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سه‌شنبه 28 جمادی الثانی 1443 هجری قمری، قوم مقدس صادق شیرازی. مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی صبح فردا چهارشنبه در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد. مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی ساعت 10 صبح به وقت ایران در شهر مقدس قم از فلکه جهاد به سمت حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها برگزار می‌شود. برخی منابع نزدیک برخی منابع از نزدیکان آیت الله صافی گلپایگانی به خبرنگار خبرگزارشی ویوز گفتند که پیکر معظم الله پس از تشییع در شهر مقدس قم به شهر مقدس نجف و سپس از آنجا برای خاک سپاری به شهر مقدس کربلا منتقل خواهد شد و احتمالاً در صحن مطهر و مقدس حرم امام حسین علیه السلام دفن می شود. در پی درگذشت آیت الله العظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی مراجع اعزام تقلید این زایه دردناک را تسلیت گفتند. مراجع اعزام تقلید آیات اعزام سید صادق شیرازی، سید محمد تقی مدرسی، سید صادق روحانی، سید علی سیستانی، شیخ بشیر نجفی، شیخ اسحاق فیاض در بیانیه‌های جداگانه‌ای رحلت ایشان را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و جامعه شیعیان جهان تسلیت گفتند. این مراجع و همچنین تمامی حوزه های علمی شهرهای مقدس قم، مشهد، نجف و کربلا و دیگر حوزه های علمی دروس خود را به مناسبت ارتحال این مرجع تقلید شیعه تعطیل نمودند. اداره بهداشت استان نجف اشرف با تقاضای آستان مقدس علوی به منظور احداث مرکز تخصصی درمان و ترک اعتیاد موافقت کرد. احمد اسدی مدیر اداره بهداشت نجف در سخنانی گفت آستان مقدس علوی محلی را به این منظور اختصاص داده و همکنون در حال آماده سازی آن برای احداث این مرکز ترک اعتیاد است. به افزود دستگاه‌های امنیتی تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را به منظور پیگیری فروشندگان مواد مخدر و دستگیری آنها صرف می‌کند، اما این عملیات باید با تلاش‌های رسانه‌ای به منظور آگاهی رسانی در خصوص خطر این آفت برای جامعه سهیم باشد. علاوه بر این باید دوره‌های آموزشی تربیتی نیز برای خانواده‌ها به منظور دور کردن این خطر از فرزندانشان برگزار شود. اسدی خواستار نظارت بر قهوه خانه ها و کافی شاپ ها به منظور جلوگیری از ورود نوجوانان به آنها و همچنین جلوگیری از راه اندازی آنها در نزدیکی مدارس و نظارت بر خدماتی شد که به مشتریان ارائه می دهند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفته که این سازمان حقوقی در نظر دارد گزارشی را منتشر کند که در آن اقدامات اسرائیل در قبال فلسطینیان را آپارتاید توصیف می کند. وی همچنین گفت
اسرائیل خواستار عدم انتشار آن توسط این سازمان بین‌المللی شده است. با انتشار این گزارش، عفو بین‌الملل به دو سازمان حقوقی تسلیم و دیدبان حقوق بشر می‌پیوندد که اسرائیل را به اعمال آپارتاید و سیستم نژادپرستانه در اراضی اشغالی فلسطین و علیه شهروندان عرب متهم کرده است. اسرائیل پیش از انتشار این گزارش به سازمان عفو بین‌الملل حمله کرده و مدعی شده بود که آنچه حق اسرائیل در موجودیت خواند را انکار می کند. وزارت خارجه اسرائیل مدعی شد که این گزارش دروغ پردازی ها، تناقضات و ادعاهای بی اساس صادره از سوی سازمان های ضد اسرائیلی را بازیافت می کند تا در بسته های جدید ارائه دهد. وزارتخانه مذکور با این ادعا که این گزارش به یهود ستیزی دامن میزند گفت بهتر است این گزارش به هیچ وجه منتشر نشود، زیرا بی احترامی به کسانی است که حقوق بشر را ارج می نهند. این اولین باری است که عفو بین‌الملل گزارشی با این رویکرد درباره اسرائیل می دهد. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.